سلام شاگردای عزیز، ما استاد سلطانی هستم از مکتب رویای بزرگ در خدمت شما هستم و کتاب دری سنف سیوم شما را که کتاب معرف افغانستان است از طریق برنامه رویای بزرگ و با هم ما شما این درس را پیش میبریم. امیدوارم که به سطح دانش شما افزوده شوه و بتانیم که استفاده مطلوب از لحظات که با شما هستون نماییم. خب درس امروز ما شما شاگرد عزیز فصل اول است، صفحه هفتم کتاب وطن دوستی است. شاگرد عزیز، هدف از درسی که امروز ما و شما میخوانیم ای است که متن درس را درست بخوانیم، بنویسیم، وطن خود را بشناسیم و کلمه ها را به حروف ها تجزیه کنیم. خب کی میتونه بگویه که وطن چی را میگن؟ وطن به کجا گفته میشه؟ حتما به ذهنهای شما میایه که وطن او جایی که ما زاده شدیم، وطن جایی که ما پرورش یافتیم، از آب و هوا و اکسیژن و محیط از وطن استفاده میکنیم. شاید بعضی در وطن خود تولد نشده باشه، اما بابا و اجداد و بزرگا و مادر و پدرش حتما در افغانستان پرورش یافتن، کلان شدن، اونمو جایه، اونمو مکانه وطن میگن. خب شاگرد عزیز، فهمیدین؟ شما میبینین که رنگ بیرق وطن ما چی رنگ است؟ سه رنگ است. میبینین ابتدا سیاه است، سرخ است و سبز است. خب در تصویر شما میبینین شاگرد عزیز، بیرق افغانستان سه رنگ داره، رنگ سیاه، سرخ و سبز. هدف از درسی که میخوانیم شاگرد عزیز ای است که متن کتاب درست بخوانیم، بنویسین، وطن خود را بشناسید و کلمه ها را به حروف ها تجزیه کنیم. درست است شاگرد عزیز؟ با هم میریم درس با هم شروع میکنیم که وطن دوستی چطور موضوع یا مطلب را در کتاب سنف سوم نوشته با هم میخوانیم. وطن جایی را میگن شاگردای عزیز که در اوجه ما پرورش یافته باشیم، کلان شده باشیم. آله میخوانیم که در مطلب وطن دوستی چی چیزایی را نوشته. وطن عزیز ما افغانستان است. تمام مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن افغان گفته میشوند. کلمه وطن نزد هر افغان دارای قدرت و عزت می باشد. افغان ها مردم دلیر، آزادی دوست و مهمان نواز هستند. ما افغان ها وطن خود را دوست داریم و به ترقی، پیشرفت و سربلندی آن علاقمند هستیم. می خواهیم در وطن ما فابریکه ها، بنها، بنهای برق، سرک ها، پل ها، نهر ها و شفاخانه ها ساخته شود تا برای مردم کار، برای روشن ساختن خانه ها برق، برای رفت آمد موترها، سرک های قیر شده و برای زمین های زراعتی آب فراوان مهیا گردد. امروز به کلی از بین برود تا هموطنان ما خوب کار کنند و صحتمند باشند، زیرا انسان‌های صحتمند برای وطن خود خوب کار نموده عایدات خود و ثروت مملکت را بلند می‌برند. ما می‌خواهیم در وطن ما صلح و امنیت برقرار باشد. در صورت آرامی و صلح می توانیم خوب درس بخوانیم، تحصیلات عالی نماییم و خدمتگار خوب باشیم. خب شاگردای عزیز،
به خاطر از اینکه بهتر و بهتر متوجه باشین، یک بار دیگه میخونم، شما دقت کنین و کلمات ببینین که به چی شکل بعدن باز شما او را تجزیه کنین. یک بار دیگه میخونم، همه کتاب ها به پیش رویتون حتما دارین، خط میبرین. وطن دوستی. وطن عزیز ما افغانستان است. تمام مردمی که در این سرزمین زندگی می کنند افغان گفته می شوند. کلمه وطن نزد هر افغان دارای قدرت، دارای قدر و عزت می باشد. افغان ها مردم دلیر، آزادی دوست و مهمان نواز هستند. ما افغان ها وطن خود را دوست داریم و به ترقی، پیشرفت و سربلندی آن علاقمند هستیم. می خواهیم در وطن ما فابریکه ها، بنها، بنهای برق، سرک ها، پل ها، نهر ها و شفاخانه ها ساخته شود تا برای مردم، کار، برای روشن ساختن خانه ها برق، برای رفت و آمد موترها سرک های قیر شده و برای زمین های زراعتی آب فراوان مهیا گردد. امروز به کلی از بین برود تا هموطنان ما خوب کار کنند و صحتمند باشند، زیرا انسان های صحتمند برای وطن خود خوب کار نموده عایدات خود و ثروت مملکت را بلند میبرند. ما می خواهیم در وطنمان صلح و امنیت برقرار باشد. در صورت آرامی و صلح می توانیم خوب درس بخوانیم، تحصیلات عالی نماییم و خدمتگار خوب باشیم. خب شاگردای عزیز، فهمیدین که وطن چی مکان یا چی جایی را میگه؟ وطن جایی است که ما در او پرورش یافتیم و افغان یا افغانستان متشکل از ملیت های مختلف، اقوام مختلف می باشد که چی پشتون، ازبک، هزاره، تاجیک، پشه‌ای، تمام ملیت هایی که در یک وطن زندگی می کنند امونا تماما افغان نامیده می شود. یعنی هیچ کدام فرق نمی کنه که کدام، مثلا اینه بگویم تاجیک هست یا ازبک هست یا پشتون هست، پشهیست یا هزاره هست، اینا همه یک افغان نامیده می شوند. بنان وظیفه هر فرد افغان است که در خدمت، وطن خود باشند. مثلا شما که شاگردای عزیز کوچک هستین یا خرد هستین، می تانین که از آوان طفلیت سعی کنین، تلاش کنین به خاطر که چیزی بیاموزین از طریق علم دانشتان، قسمی که گفته بودن که مثلا سرک ها را می سازن یا ای که تعمیرات را که ایجاد می کنن، فابریکه هایی را که می سازن، همه و همه به نفع کشور است و به خاطر عایدات کشور خود زحمت می کشن و تا ای که کشور خود آباد بسازن و یک کشور مترقی شود. خب میدین شاگردای عزیز؟ خب بخاطر که ببینم بهتر و بهتر شما از درس آموخته باشین، ما اینجا لغتای درس با هم میبینیم و به جمله های مناسب مدا جملهش استفاده کردیم. بعد شما میتونین که لغات درس به چی شکل به جمله بیارین. خب شاگردای عزیز، لغت معنی شما میبینین جملات. شما در خانه هم کتابچگکایتون منظم خط کشی میکنین و لغات و معنی درس به می شکل شما می نویسین، بعد به جمله های مناسب و جملاتی که معنا و مفهوم داشته باشه اوره نوشته میکنین. مثلا دلیر به معنای شجاع یا دلاوران معنا میده. امروز مرضها، مریضی هم جمع مرضها میشه. مهیا آماده، سرزمین، وطن، جای. ببینین شاگردای عزیز، ما دو لغت به جمله استفاده کردیم، شما باز دو جمله دو لغت دیگره شما در خانه در کتابچه‌تون بنویسین. یوسف یک مرد دلیر است.
چی رقم یک جمله ساخته میشه شما ببینیم که هر جمله یعنی خبرم داره، یعنی یک جمله که مناسب است که معنا و مفهوم داره. رعایت نکردن نظافت باعث امراض در بدن می شود. دو لغت بعدی را شما میتونین که در خانه باز خودتان به جمله استفاده کنین. خب بیاییم به سر تجزیه کلمات. شاگردای عزیز آماده هستین که کلمات با هم تجزیه کنیم؟ بسیار خوب. خب شاگردای عزیز تجزیه کلمات، مثلا ما کلمه دلیره ایجه به حروف بخش بخش تقسیم کردیم که مثلا دلیر دال لام یا ری. از چند حرف دلیر ساخته شده؟ ببینیم از چهار حرف ساخته شده. خب به می شکل وطن دوستی، واو توی نون، یا بعض ولایت های افغانستان امی توی تا میگن، واو تو یا تا، نون دال واو سین تی یا، وطن دوستی. دیدین از چند کلمه ساخته شده شاگردای عزیز وطن دوستی؟ از 8 کلمه. بسیار خوب. وطن از 3 کلمه ساخته شده و دوستی از 4 کلمه ساخته شده، که باز به صنفای بالاتر شما کلمات مرکب هم میخوانین که یک کلمه مرکب هستن. خب شاگردای عزیز با امید از این که از این درس شما استفاده مطلوب کرده باشین و قدر و منزلت وطن تا فهمیده باشین که وطن چطور یک جایی را میگه، وطن جایی را میگه که زادگاه ما باشه. مثلا افغانستان از کدام ملیت ها تشکیل شده باشه؟ از ملیت قسمی که پیشتر گفتم، از عرب، پشتون، تاجیک، ازبک، بلوچ، پشهی، یعنی تمام اقوامی که در افغانستان زندگی میکنه اونمونا افغان نامیده میشه و زادگاه یا جای مکانشون کجاست؟ وطنشون افغانستان است. خب تا جلسه بعد شاگردای عزیز شما را به خدا میسپارم با امید از این که از درستان لذت برده باشین و کارکای خانگیتان را به وجه احسن انجام بدین. خدا حافظ و ناصر شما.